یک گزارش داخلی سازمان ملل متحد نگرانی های را در خصوص سنی های تندروی طالبان تایید می کند. از جمله موارد اعلام شده در این گزارش می توان به سوء استفاده از زنان و کودکان، سرکوب رسانه ها، هدف قرار دادن فعالان جامعه مدنی، تعطیلی سازمان های حقوق بشری و جایگزینی آموزش عمومی با عقاید افراطی اشاره کرد. لین اودانل روزنامه نگار استرالیایی و ستون نویس نشریه فارن پالیسی در مطلبی برای این نشریه نوشت گزارش منتشر شده توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه می 2022 پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان جزئیاتی را در خصوص نقض قوانین حقوق بشر توسط دو فاکتو دولت غیرقانونی طالبان ارائه می‌دهد. این گزارش شهر داده که با وجود گذشته تقریبا یک سال تعامل با طالبان به عنوان دولت حاکم در افغانستان سازمان ملل هنوز تفاوت چندانی در خصوص توجه طالبان به مسائل اولیه در زمینه حقوق بشر از جمله دسترسی به غذا و آموزش احساس نکرده است بر اساس گزارش سازمان ملل طالبان هنوز به وعده های خود در زمینه حقوق بشر برای زنان و سایر شهروندان افغانستان عمل نکرده است. آنها مخالفان خود را در سراسر کشور می کشند. بر اساس این گزارش آنها به قسل های فراقانونی دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه شکنجه و بدرفتاری متهم هستند زنان و کودکان از افراد آسیب پذیری هستند که در معرض چنین خطراتی از جمله فروش کودکان ازدواج های اجباری کودکان کارف و خشونت خانگی هستند این گزارش بدون ذکر جزئیاتی افسود استخدام کودکان و استفاده آنها توسط این مقامات طالبان همچنان ادامه دارد این گزارش خاطر نشان می کنند که دو دولت غیر قانونی طالبان علا رقم این که به عنوان دولت قانونی دفاکتو به رسمیت شناخته نشده با این حال به معاهدات موجود متعهد است که به موجب آن باید حقوق مدنی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد در افغانستان را تضمین کند. علی اکبری اخبار شیعه در همین راستا یکی از منابع نزدیک به طالبان بدون فاش کردن نام خود گفته که طالبان اگر نیاز همه مردم را در نظر نگیرد خودش عامل نابودی دولتش خواهد بود. دشمن طالبان قحطی خشکسالی و فقدان امنیت است حتی اگر یک درصد از مردم شروع به جنگیدن کنند دیگر طالبانی وجود نخواهد داشت